به یکی دیگر از برنامه های در کوچه های شهر با مروازی حیدری خوش آمدین. آمدیم در موزیم ملی افغانستان در ساحه دارالامان. موزیم ملی افغانستان مکانی که مجموعه های تاریخی، آثار باستانی و تاریخی افغانستان از ادوار مختلف و دوره های مختلف در این مکان جا داده شده است. میتونیم بگیم که موزیم تاریخی موزیم ملی افغانستان به مثابه یک کتاب میمانه و میتونیم که با مطالعه کتاب درباره تمام ادوار گذشته افغانستان و دوره های گذشته و همچنان آثار باستانی و تاریخی معلومات پیدا بکنیم. ما هم امروز آمدیم در موزیم ملی افغانستان تا درباره تمام آثار باستانی و تاریخی افغانستان معلومات خلاصه جامع و دقیق را خدمت شما هموطنان عزیز ارائه نماییم. موزیم ملی افغانستان دو طبقه داره که در بخش های مختلف، دوره های مختلف و آثار مختلف جا داده شده است که ما از تمام بخش ها تصویر می داشته باشیم و در ضمن صحبت های با مسئولین این موزیم هم خواهیم داشت و درباره تمام آثار و اثرهای تاریخی که در اینجا هست صحبت می کنیم. اگر شما از افغانستان دور هستین، از کابل دور هستین و نمیتونین که از موزیم ملی افغانستان دیدن کنین، ما آمدیم تا به شما سهولت را ایجاد بکنیم و کمک به شما هموطنان عزیز بکنیم که درباره تمام آثار فرهنگی و تاریخی افغانستان براتون معلومات کافی و کامل را ارائه بکنیم. به خاطر رشد فرهنگی کشورمون و به خاطر حفاظت از آثار تاریخیمون باید مسئولیت خود را ادا بکنیم و امروز در برنامه در کوچه های شهر درباره تمام قسمت ها و بخش هایی که در این موزیم هست براتون معلومات کافی را ارائه خواهیم کرد. با ما همراه باشید. در اینجا آثار تاریخی زیاده هست که آمدیم روش صحبت داشته باشیم و از همینجا آغاز میکنیم. برو نمک میشه که برای ما بگوین که این لباس ها مربوط کدام سمت یا کدام قوم افغانستان میشه؟ نمایشگاهی که آمدیم، نمایشگاهی که اتنوگرافی هست. اتنوگرافی یعنی مردم شناسی، علمی که فرهنگ های مردم قبایل مختلف مورد بحث و بررسی قرار میدهد و آثاری که در این نمایشگاه به نمایش هستن هم مربوط به فرهنگ و رسوم و عنعنات مردم افغانستان میشه، یعنی قبایل و قوم مختلف در بر میگیره که این آثار از جمله لباس هستن، زیورات هستن، در کنارش ابزار و وسایل حربی و جنگ هستن و همچنان مجسمه و ستون پایه چوبی هستن که در این نمایشگاه به نمایش هستن و در این قسمت هم مجموعه که به نمایش هستن مربوط به قوم ترکمن میشه. لباسش هست که از مخمل جگری ساختش در روش گلاباتون کار شده و دو سمتش هم ما میتونیم دسمالایشان رو ببینیم. کلاهشان هست، پایزارشان هست، موزیشان هست که یه آثار مربوط به قرن اواخر قرن 19 اوایل قرن 20 میلادی میشه. بسیار خوب، بس خیلی دورم نیست. بله. خب اینجا هم یک لباس بسیار مقبول و زیبایی هست که ما میخواییم که با نمک این طرف بین. واقعا دوست دارم در باری از این لباس معلومات پیدا بکنم، گرچه که من میدانم مربوط به یک فرهنگ افغانی میشه که مشخصا اگر در باری صحبت داشته باشه. خب در قسمت هم آثاری که به نمایش هستن یک کلکسیون مربوط به قوم پشتون میشه. پیرهنشون هست، پاجامه هستن، چادرشون هست، بوتشون هست که مربوط به اوایل قرن 20 میلادی هست. بسیار خوب. و همو طرح و دیزاینایی که روی دامن لباس می‌بینیم، آستینایش، پیشخنش هست، اینا طرح و دیزاینایی هستن که توسط خانم‌ها سوزندوزی شده، این کار دست هست. دست کار شده. بله. اگر دست نشون می‌دهید بله. بجز اینکه مربوط به چند سال پیش میشه، ولی اگر امی عالمی رو بر ما بتن با شوق و ذوق تمام می‌خوایم که لباس بپوشیم. واقعا خیلی زیبا هست و در ضمن باید بگویم که اکنون هم این فرهنگ ها دوباره زنده شده و کسایی هستن که به خاطر رشد فرهنگ افغانستان کار میکنن، لباس خیلی قشنگ افغانی رو میسازن همانند اینا و شما میتونید ببینین و از این طرح ها بپوشین. بسیار مقبول است. چی میگن؟
پایزارشان هست؟ بودشان که پایزار میگن. بله. پایزار میگن. از چرم است؟ چرم ساخته است؟ از چرم ساخته است. چرم خالص البته دیگه، از اون چرمایی که دکاندارا میگن که این رو بگی چرم از اون چرما نیست. اینا هم مربوط به ابزار جنگی، وسایل حربی شکار، درست؟ بله. در قسمت هم وسایل ابزار شکار و جنگ هست که البته تعداد از اینا تولید فابریکه حربی کابل هست قرن 19 میلادی و یک تعدادش هم مربوط به قرن 20 میلادی هست. زیاد داره با لباس که لباس با یعنی شباهت های با گند افغانی هم داره که البته این مجموعه یعنی لباس و با تمام یعنی وسایل دور و برش هستن مربوط به قوم هزاره میشه. پس این لباس هزارگی گفته میشه؟ بله لباس هزارگی هست. فکر کردم که گند افغانی هست. خب در قسمت تر و دیزاین هایش ما میتونیم ببینیم که شباهت ها شباهت های هم وجود داره. دقیقا با ما خاطر چون اینا اقوام پشتون، هزاره، تاجیک یا بعضی اقوام دیگه مدت ها کنار هم دوش و دوش هم همدیگر زندگی کرده و فرهنگ هایشان مثلا به شکل مختلط هستن و متاثر از هم هستن. در کنارش مثلا باز هم نکات تفاوت ها منحصر به خودشان هم داره. ولی همین تفاوت ها زیبایی ها را به وجود میاره. برمیگرده به ما که ما چه فکر میکنیم در باره ازی که مثلا لباس قوم هزاره فرق میکنه یا از قوم پشتون یا ازبک یا هر سمت دیگه. اینا تمام چیزهایی هست که زیبا ساخته و تفاوتهایی هست که افغانستان زیبا ساخته. ما باید اینا را به عنوان زیبایی در افغانستان بپذیریم، نه فرق طبقات اجتماعی. نمونه های سوزندوزی را میتونیم ببینیم که 7-9 سوزندوزی در اینجا شامل هستن که اینه باترهای مختلف روی تیکه ها مثلا اینا طرح انداخته شده که به شکل جانماز در آورده. اینه نو سوزندوزی تاپایی هستن که طرح تاپش انداخته میشه بعدا سوزندوزی میگردن، یا گرافدوزی هستن در اینجا داریم، خامکش داریم که قبطمار بیشتر مثلا میگه که به شکل های مختلف مثلا ابزار مختلف ازش ساختن که در اینجا میتونیم مشاهده کنیم که سوزندوزی ها برمیگرده و قرن 18 و 19 در افغانستان اینی سوزندوزی هایی هستن که بین اقوام مختلف در افغانستان از قرن 18 و 19 باقی مانده، ولی هنوز به اشکال مختلف کار میشه و بانوان هستن که با هنر بسیار بالایشان یخن های خیلی زیباره به همین شکل میسازن که واقعا کارشان ستودنیست. همونطور که در قسمت در اول گفتم براتون یادآوری کردم که در این نمایشگاه یک تعداد آثار چوبی هم هستن که آثار چوبی مربوط به نورستان میشه، نورستان امروزی که قبل از قرن 18 میلادی برمیگرده که البته نورستانی ها سنت دیرینه ای که داشتن اجداد و نیاکانشان بیشتر آثار چوب روی چوب کندن کاری میکردن بنابر باورهای اعتقادات مختلفی که اونا داشتن یا از نگاه مراسمات مذهبی که در جامعهشان وجود داشتن یا اعتقادات باورهایی که از نگاه مذهبی بگوییم که داشتن روی آثار چوبی امو اعتقاداتشان رو کندن کاری میکردن، از اینا استفاده میکردن که مجسمه ها مثلا مجسمه جنگجوی خود کندن کاری کردن، مجسمه از اجداد نیاکانشان رو کندن کاری کردن که آثار کندن کاری روی چوب بیشتر امو سنت دیرینه جامعه نورستان از نگاه های مختلف یعنی وضعیت اجتماعی سیاسی و فرهنگی اقتصادی جامعه نورستان بیشتر به تصویر میکشه. بله بسیار خوب. یک چیز دیگه که توجه ما جلب کرده یک چوکی هست که شاید شما از دور وقتی که میبینید متوجه چیزها و ظرافت هایی که در اینجا هست نشین. یکی از مواردی که باید متوجه شوین این هست که در اینجا شکل یک شیر است اگر اشتباه نکنم. چوکی چوب هست، از چوب ساخته شده که البته این چوکی مربوط به قرن 20 میلادی میشه، شهر کنی کابل هست که با تزییناتی که با ظرافت هایی که از سر کندن کاری کرده مثلا قسمت های از دستی این چوکی را یک شکل برش داده که در قسمت پیش رویش تصویری از شیر هست و در همچنان دور برش اگه ما میبینیم با صدف هم تزیین و کندن کاری صورت گرفته. بله بسیار خوب. و اینا هم برمیگرده به همین دوران و همین قرن ها که در رابطه به او آثار دیگه گفت زدیم، درست؟
بله. تفاوت نداره. این هم از مربوط به نورستان میشه قرن 18 و 19 میلادی. البته چون نورستان ها تا قرن 19 میلادی آیین اجدادی خودشان را پیش میبردن، بنان اعتقاداتی نسبت به اجدادشان داشتن که مجسمه‌ای از اونا را میساختن و در معابد میگذاشتن. در قرن 19 میلادی زمانی که امیر عبدالرحمن خان کافرستان را تصرف میکنه، چون دیگه مردم افغانستان اسلام پذیرفته بودن و این ساحه‌ای که مثلا اسلام هنوز نپذیرفته بودن، اینا را به نام کافر میخواندن و منطقه‌شان هم کافرستان میگفتن، جای کافرها زندگی میکنن. بله. و به خاطر زمانی که امیر عبدالرحمن خان میره ساحه تصرف میکنه، مردم نورستان به دین اسلام دعوت میکنه و اونا هم اسلام میپذیرن که منطقه‌شان هم از کافرستان به نورستان مسلمان میکنه و بعدن اینی ای آثار چوبی با کابل آورده که فعلا نکته داشت در نمایشگاه میتونیم ببینیم. وقتی از زاویه دور میبینیم فکر میکنه سنگی هست، ولی در حقیقت چوبی هست و هنوز هم چیزی زیبایی که در آنجا میبینین نقشه افغانستان که خیلی قشنگ ساخته شده با رنگ های مختلف و چند ولایت افغانستان و واقعا خیلی قشنگ ساخته شده. مجسمه چوبی دیگه هستم که از اجداد و نیاکان نورستان ها را با مو فرهنگ منحصر به خودشان که دارن میدونیم که با مو لباسی که اونا میپوشن اثر کندن کاری کرده، با مو کلاه مخصوصی که اونا استفاده میکنن، با طرح و دیزاین های مخصوص خودشان روی چوبی تنه درخت یعنی تصویری از نیاکانشان کندن کاری کرده. بله. و چقدر زیبا که یک فرهنگ با یک مجسمه چوبی میشه که مشخص شد و معلوم شد و فرهنگ های زیاده در گوشه و کنار افغانستان وجود داره که باز هم تکرار میکنم که این فرهنگ ها زیبایی های افغانستان هست، نه فرق هایی که بین هموطن های ما البته گاهن مطرح میشه که سمت هایی که هست، قوم هایی که هست. خب باز هم یک لباس خیلی زیبای افغانی را ما در اینجا میبینیم که خیلی قشنگ کار شد. ای کاش اینا را ما اجازه میداشتیم که میگرفتیم میپوشیدیم. خب در قسمت هم مجموعی که به نمایش هستن مربوط به مردم های کوچی ما میشن. بله. بر اساس همون تغییرات اقلیمی موقعیت زندگیشان را تغییر میتن، بنابراین بیشتر لباس هایی میپوشن که در مقابل گرما یا سرما مقاومت داشته باشه. میبینیم با یک طرح بسیار خاص لباس هایشان را ساختن، سوزندوزی کردن که کار دست بیشتر نشان میده و تاثیر میکشانه. میبینیم که در اینجا به نمایش هستن و در کنارش وسایل دیگه و لباس یک بوته بسیار زیبا هم داره که البته بکسک پولم داره. بکسک پولشان هست. این چی میگن؟ پیزار میگن دیگه. این هم بوتشان هست. نمیدونم که اونا چی میگن ولی کس شرم هست و رویش هم گلاباتون کار شده. در قسمت هم پاجامیش هست که قسمت دهن پاجامیش سوزندوزی شده که البته از نوع گرافیش سوزندوزی. اگر دقت کنیم واقعا خیلی کار سخته هست که با دست چون این لباس ساخته شده و خیلی کار کردن رویش. واقعا خوش به حالشون با این هنرشون. من فقط دیدم اینقدر بر من سخت معلوم شد چه برسه که به گونه عملی آدم کار کنه. خب اینا هم ابزار جنگی هست درست؟ بله. در قسمت هم یک تفنگ کلان به نام تفنگ پجاقیدار یاد میشه اینجا هستن که از چوب و آهن ساخته شده. با سمتش هم یک میلی تفنگ هست. در قسمت هم باروددانی هستن از چرم و چوب هست و البته این تفنگ کلانی که میبینیم تولید فابریکه حربی کابل هستن. بله. قرن 19 میلادی در زمان امیر شیر علی خان سه فابریکه حربی در افغانستان روی کار میاد که یکی در قندهار هست، یکی در کابل و دیگه هم در هرات هستن که تفنگ تولید فابریکه حربی کابل هستن، ولی میلی تفنگ تولید فابریکه حربی هرات هستن که مربوط به دولت بودن از این استفاده. ما دخترها دیگه این طرف ها زیادتر میریم چیزای که مربوط ما میشه و خیلی دوست داریم. البته ای شاید مربوط یک پادشاه شده، من حدس میزنم نمیخوام.
این آثاری که در این نمایشگاه به نمایش هستن، این زیورات و لباس و تمام ابزارش از مردم عادی جمعورشن هستن، زیورات هستن، لباس هستن. مشخصا همی کمربند است؟ این گردنبند اسب هست. خب و این چی هست؟ او هم زیور بالای سر هستن که به نام قوبه یاد میشن. بیشتر خانمای ترکمن از اونها استفاده. خب آقایان استفاده نمیتونن؟ نه، خانمها استفاده نمیتونن. خب چیزایی که در اینجا بسیار مقبول است اینو هست. کره هست. گردنبند هست، گوشواره هست، زیورات مختلف هست که البته این کلکسیون در مجموع مربوط به قوم ترکمن میشه قرن 19 و 20 میلادی. بله بسیار خوب. و باز هم زیورات خیلی زیبایی در اینجا هم هست که درباره از اینا هم میخوایم که معلومات پیدا کنیم و اینا مربوط به قوم پشتون میشه که چقدر زیبا و چقدر عالی هست. هر کدامش یک زیبایی خاص خدا داره که البته ما باید بگویم که اینا مربوط به قرون شاید 19 و 18 شد، ولی تا حال ما استفاده میکنیم به شکلهای جدیدترش و نوآوری هایی که بعضی از بله زرگرا و کسایی که در قسمت زیورات کار میکنن اونا او تغییرات را آوردن. میشه در باره از این چیزی که در وسط هست گردنبند است؟ بله، مجموعه زیورات هست، زیورات مختلف هستن که در قسمت هم گردنبند هست که گردنبند از سنگ های مختلف، این از سرکیب سنگ ها ساخته شده. آها، اینا سنگ هست؟ بله، سنگ هست. بله، بسیار ارزش شما بالاست. بله. اینی چیست؟ این هم زیور تزین لباس هست که بیشتر به عنوان پوشی تعویض یا تو ما را از اینا استفاده. بله بله، در قسمت شانه بیران کار استفاده میشه. اینی چیست؟ این هم زیور تزینه لباس هست که بالای شانه استفاده میشه. بالای شانه؟ بله، یعنی یکیش پشت سر، یکیم پیش روی. ماتیکه هست یا گوشواره هست؟ این هم ماتیکه هست. بله، در اینجا همه آقایان اگر نمیفهمین ماتیکه هست که در اینجا استفاده میشه. آقایان شاید معلوماتشون کمتر باشه. کمربند هست، انگشتر هست، کره هستن که مربوط به قوم تاجیک میشه. زیور پیشانی هست که به نام شلشله یاد میکنه. همچنان یک زیور پیشانی دیگه هستن به نام شلشله که دختران قزاق ترکمن از اینا استفاده میکنن. بله، چقدر زیبا هست. و در اینجا هم زیورات دیگه هست که درباره از اینا هم کوتاه معلومات میگیریم. زیورات مربوط به اقوام مختلف ساکن در افغانستان. بله بله، زیورات مختلف هستن. مثلا گردنبند هستن که مربوط به اهل هنود میشه، کره هستن، گوشواره هستن، یا زیور پیشانی هست، گردنبند هست که مربوط به قوم هزاره میشه، و هم کچکول هستن. کچکول بیشتر به لنگا اینا استفاده میکنن. آها، بعد این قسمت هم گردنبند که مربوط به این گردنبند است خانمای نورستان میشه. واو، چقدر زیبا هست. خب و باز هم یک لباس خیلی زیبا در اینجا هست که فکر میکنم مردانه هست. بله. مردانه هست. در این قسمت هم کلکسیونی که به نمایش گذاشته شده مربوط به مردانه میشه. پلانتونبان هست، یخنش کندار دوزی هست، و چپنش هست که البته چپنش از پشم ساخته شده که مربوط به این فرهنگ چپن دوزی مثلا سمت شمال افغانستان نشون میده. در قسمت هم کلاه و لونگی هستن. و در قسمت هم پتو هستن که مربوط به کابل میشه. بودشون؟ کوریدار است؟ نه، او چیزی مانده. من فکر کردم آقایان هم بوتای کوریدار میپوشن. خب این قسمت هم سماوار برنجی هست. اما هنگ چی بودم کارا؟ سماوار برنجی، چای دم کنم نارنجی، ایره کی خونده بود؟ یک هنرمند بسیار خوب بخونده بود. آله ما فهمیدم که سماوار برنجی چگونه هست. سماوار برنجی هستن که مربوط به قرن 20 میلادی میشه. در کنارش یک چاینک و گلاس فالی هم هست که با یک لاب آلاب و تزینات بسیار زیبایی ساخته شده که مربوط به قرن 20 میلادی است. و یک لباس که خیلی زیبا هست، که خیلی زیبا هست. ای کاش میتونستم این لباس رو بپوشم استفاده کنم. خیلی قشنگ است. موره کار شده، درست؟ بله. در قسمت هم یک لباس هستن که دامنش رو میبینیم از ابریشم هست تیکش. و در قسمت یخن و آستینایش هم یک گلاباتون کاشته. قسمت تزینات بیشترش کمر و دور آستینش مهره دوزی هم کردن که این گند افغانی هست، مربوط به قرن 20 میلادی میشه. در کنارش ابزار دیگه هم هست، صندوقچه زیورات هست، بودشان هست، پتنوس هست،
جام هستن، آفتابا و گلاس هستن و دو قسمت هم کیفی بکسک دیستیشون هست که از گلاباتون کار کرده و همچنان دوربرش مهردوزی. بله، البته ما در دوران جوانی استفاده میکردیم از این چیزا، حال خب پیر شدیم رفتیم دیگه. خب تمام بخش هایی که مربوط به موزیم ملی افغانستان میشد ما از او دیدن کردیم و معلومات خلاصه را از بانو نمک هم گرفتیم که در رابطه به هر اثر تاریخی اینا معلومات دادن و تنها موردی که خیلی مهم هست میخوام پرسان کنم از بانو نمک هست که روزانه چقدر بازدید کننده در اینجا میآید و آیا بازدید کننده فقط از کابل هست، از ولایت های افغانستان هست یا بازدید کننده های خارجی هم روزانه می داشته باشه؟ بازدید کننده ما از یعنی چی بگویم از قشر مختلف از سطوح مختلف داریم، داخلی هست، خارجی هستن، مردم عادی هستن که میان از موزیم دیدن میکنه، در کنارش دانش آموزان هست، دانشجویان هستن، همچنان کارمنداز اداره دولتی میه، از یعنی بخش های مختلف هستن که میان از موزیم دیدن میکنه و این تنها محدود به کابل نمیشه، از ولایت ها هم ما داریم که بازدید کننده بعضا میان از موزیم ملی دیدن میکنه. بله. البته تعداد بازدید کننده در فصل در جریان فصل سال فصل های سال مختلف هستن. در زمستان ما کمتر بازدید کننده داریم، هم یک موضوعش سردی هوا هستن، بسته بودن مکاتب و دانشگاه هستن، این موضوعات هستن و البته در دیگه فصل‌های سال ما بازدیدکننده بیشتر داریم که دانش آموزان دانشجویان بیشتر هست. بسیار خوب و می‌خوام که بدانم درباره موضوع هم که مشکلاتی که وجود داره در این موزیم و تغییرات جدیدی که قرار است بیاید و برنامه‌ای که ریاست موزیم ملی افغانستان داره کدام برنامه است؟ به شکل کلی باید بگویم که موزیم یا تعمیر که ما فعلا قرار داریم البته جوابگوی تمام نیازمندی های موزیم ملی افغانستان نیستن. موزیم ملی افغانستان با مجموعه که امروز داره نیازمند یک جای باثر بزرگتر هست که خوشبختانه قرار هست تعمیر جدید موزیم هم در مجاورت تعمیر دوباره ساخت ساز شروع شود که یک خبر فوق العاده خوش هستن و خوشحال هستیم، امیدوار هستیم که تعمیر ساخته شود و ما بتونیم که همچنان موزیم ملی با تمام کارمندانش بتونه که ما همه فعالیت های خود یک مقدار وسعت بده و گسترش. حرف و گفتنی هست که برای مردم داشته باشین، کسایی که میاین و میبینن و کسایی هم که علاقه مندی به دیدن موزیم ملی افغانستان. خب گفتنی های هست، چند کلمه مختصر میخواییم با دوستا صحبت داشته باشیم. میراث فرهنگی یا میراث تاریخی و فرهنگی مربوط به اینی یک محدوده خاص نمیشه، مربوط به مثلا تنها همه حفاظتش نگهداریش تنها مربوط به موزیم نمیشه، کارمندان موزیم نمیشه، اما تو که میراث بشری هست بنابراین بشر در قسمت حفاظتش سهم داره، چه مسئولین بخش هستن چه مردم عادی هستن، چون این نماینگر تاریخ و فرهنگ یک جامعه هستن و این تنها ابزاری هستن که میتونه ما را با گذشتگان ما وصل بسازه، با تاریخ اونا، با فرهنگشان، با جامعهشان، با این اعتقادات باورهای از اونا میتونه ما را از این طریق آشنا بسازه، بنابراین حفاظتش نگهداریش مسئولیت همگان است. بسیار زیاد تشکر از اینکه بر ما فرصت دادین و معلومات خوبی که در رابطه با تاریخ و آثار تاریخی که در اینجا بود بر ما دادین، خیلی سپاس. تشکر از شما. سلامت باشید. حفظ و حراست از آثار ملی و باستانی یک کشور برمیگرده به تاریخ و رشد فرهنگی در یک کشور. پس به خاطر قوی ساختن فرهنگمان و غنی ساختن فرهنگمان بیاییم که در قسمت حفظ آثار باستانی و تاریخی کشور ما سهم بگیریم و مسئولیتمان را ادا بکنیم. از موزیم ملی افغانستان دیدن کنین تا این که بیشتر با تاریخ و ادوار که در افغانستان سپری شده بیشتر معلومات حاصل کنین و در کنارش در قسمت حفظ و حفاظت از آثار ملی و تاریخی افغانستان شما هم سهم داشته باشین و مسئولیتتون ادا بکنین. این بود داشته های برنامه در کوچه های شهر که تقدیم شما بیننده عزیز شد. تا برنامه دیگر که با یک مورد جالب دیگر با شما ایزون خواهیم بود. خداوند یار و نگهدار.